سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو آموزشی دیگه. توی این ویدیو میخوام یک مهارت، یک تکنیک خیلی ساده و در این حال خیلی مهم و حیاتی رو به شما یاد بدم. و یادگیری این مهارت برای همه واجبه، چون میتونه جون یک انسان رو نجات بده. خیلیاتون ممکنه با این مهارت آشنایی داشته باشین و بلد باشین، ولی خب هستن آدمایی که این مهارت رو هم نمیدونن و یادگیری این مهارت برای همه واجب هست. حالا این مهارت چی هست؟ هر فردی که توی حالت خوابیده به پشت قرار داره و دچار استفراغ میشه و توانایی مراقبت از خودش رو نداره و به طور کلی دچار کاهش سطح هوشیاری هست، مثل چی؟ مثل افراد سالمند، افراد جوونی که دچار کاهش سطح هوشیاری شدن، یا فردی که توی خیابون دچار تشنج شده و از دهنش کف بیرون میاد و در حالت خوابیده به پشت قرار داره. مهمترین اقدامی که برای این افراد باید انجام بدین، قرار دادن اون شخص در حالت خوابیده به پهلوه. یعنی سری میاین اون شخص رو توی حالت خوابیده به پهلو قرار میدین، یعنی اگه به پشت خوابیده در حالت خوابیده به پهلو قرار میدین. و به کدوم پهلو میچرخونین؟ به هر سمتی که خودتون هستین. اگه سمت راست بیمار هستین، به سمت راست میچرخونین. اگه سمت چپ بیمار هستین، به سمت چپ میچرخونین. و هر چقدر این کار رو سریعتر انجام بدین، درصد زنده موندن اون شخص هم بیشتره و درصد اون پیامدهایی که بعد اون استفراغ هست کمتره. پیامدهای بعد استفراغ مثل عفونت‌های ریه کمتر هست. و اگه هم این کار رو انجام هر چقدر دیرتر انجام بشه، درصد این که فرد خفه بشه و بمیره خیلی زیاد هست. و توی سریال بریکینگ بد که فکر کنم خیلیاتون شاید نگاه کرده باشین، توی قسمتی که الان من یادم نیست، اونجایی که شخصیت اصلی سریال یعنی والتر دید که دوست دختر جسی دچار استفراغ شده و چون حالا مواد زده بود و هوشیاری هم نداشت، در حالت خوابیده پشت هم قرار داشت، میتونست دوست دختر جسی رو به سمت بچرخونه و باعث بشه که این دوست دختر جسی زنده بمونه، ولی این کارو نکرد و این استفراغی که از دهن دوست دختر جسی بیرون اومد باعث شد که راه هواییش مسدود بشه و منجر به مرگش بشه. پس این مهارت خیلی مهم و حیاتی هست، پس حتما این رو یاد بگیرید، مخصوصا افرادی که به عنوان همراه بیمار توی بیمارستان هستن. و این افراد باید، چون نزدیک بیمار هستن، باید سریع وقتی بیمارشون دچار استفراغ شد، باید سریع به پهلو بچرخوننش و به جای اینکه داد بزنن و پرستار رو صدا کنن، باید سریع خودشون این کار رو انجام بدن، چون تو این کار زمان خیلی مهم و حیاتی هست. هر چقدر شما سریعتر این کار انجام بدین، اون فرد دچار عفونت‌های ریه نمیشه و در واقع اون عواقب و پیامدهای بعد استفراغ کمتر میشه. در صورتی که بیمار شما عملهای جراحی مربوط به گردن یا ستون فقرات رو انجام داده باشه، باید سریع پرستار رو صدا بزنین. و اگه هم بخواید بیمار رو به پهلو بچرخونید، باید خیلی با احتیاط این کارو بکنید. و همین احتیاط رو هم برای افرادی که دچار سمانه رانندگی میشن یا هر فردی که شما شک دارید که ممکنه به ستون فقرات یا گردنش آسیب وارد شده باشه، باید انجام بدین. یعنی باید وقتی فرد رو به یک پهلو بچرخونی، سر و گردن و ستون فقراتش رو مورد حمایت قرار بدین و بدن رو تو این دقیقاً تو یک راستای ثابت نگه دارین و خیلی با احتیاط همین کارو بکنین. این مهارت که ما گفتیم یک مهارت خیلی ساده هست و در این حال خیلی مهم و حیاتی، و یادگیری این مهارت برای همه واجبه. توی این مهارت زمان خیلی فاکتور مهمی، هر چقدر شما سریعتر این کار انجام بدین، درصد اینکه فرد زنده بمونه خیلی بیشتر هست. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. تا یه ویدیو آموزش دیگه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.